این روشی که تو SSL و TLS داره کار میکنه. بعد میاد یک کلید رندوم میسازه. به این کلید رندومه دوستان میگن سشن کی. کلید رندومه به ذهن هر کلاینتی فرق میکنه. زمانی هم که سشن خاتمه پیدا میکنه کلید پاک میشه، درسته؟ برای سشن بعدی دوباره این کار تکرار میشه. این روش پرفورمنس خوبی داره ولی یه سری نقایصی داره. مثلا باهاش نمیشه چی رو پیاده کرد؟ end to end encryption. اگه شما با این روش مسنجر بخواید بنویسید، اون سرور میانی چون ترافیکو شنود میکنه نمیتونید باهاش end to end encryption رو پیاده سازی بکنید. یعنی یه مسیج میاد به سرور میرسه، آفلود میشه، دوباره یه مسیج میشه میره سمت کلاینت بعدی و بالعکس. بنابراین اون وسط قشنگ پیغاما رو میبینه. RSA به درد این کار نمیخواد. حالا خواهیم گفت چجوری. ولی این روش ها، این روشی که تا اینجا گفتیم دوستان، هم پیاده سازیش آسونه، هم روش نسبتا کارآمدی. میگم اکثر اپلیکیشن ها تو این لایه دارن کار میکنن اینجوری کار. حالا چه رفتی دیفیلمن داشت؟ دیفیلمن اومده این مشکل رو به شیوه جالبی حلش کرده. ببینید حالا یه شبیه معجزه است این چیزی که میگیم، ولی تو ریاضیات ممکنه. با استفاده از لوگاریتم میاد دیفیلمن اینجوری میکنه. وقتی من و یه پارتی دیگه میخوام با هم کار بکنیم، هیچ اطلاعات محرمانه‌ای رو با هم دیگه تبادل نمیکنیم. یعنی حتی اون کلیده تبادل نمیشه تو روش دیفیلمن، برخلاف همین مثال RSA که زدیم. چجوری پس کار میکنه؟ من میخوام به یه سروری وصل بشم، یه اپ اندرویدی، یه زوج کلید پابلیک پرایوت دیفیلمنی تولید میکنم. DH با DH نشونش میدن همیشه. پابلیک هم برای سرور میفرستم و به سرور میگم تو هم تو جواب پابلیک تو به من بده. سرور وقتی اون مسیج منو میگیره، اونم میاد یه پابلیک پرایوت آن دی فلای تولید میکنه. فرق این روش با RSA هم اینه، کلیدهای RSA معمولا رو دیسک یا حافظه های پرمننت ذخیره میشه و میمونه. مثلا شما پابلیک رو توی کدتون هارد کد کردین دیگه، پس یه جور چجوری ماناس اصطلاحاً. سرور هم همینجوری، اون پرایوت کی رو دیسک گوشه ذخیره شده که امنه. تو دیفیلمن میگه کلیدا نباید جایی پرسیست بشن رو حافظه، چون خیلی سریعا رو حافظه ساخته میشه، رو حافظه هم از بین میره. اگه کسی اومد بر اساس دیفیلمن یه پیاده سازی انجام داد و جایی دیدین کلیدو داره پرسیست میکنه، یعنی الگوریتم داره اشتباه چیز میکنه. دیفیلمن بعد میگه که به سرور، سرور میاد یه زوج کلید رندوم درست میکنه. به خاطر این باید زمان تولید زوج کلید رندوم خیلی سریع باشه. ببین RSA یه بدی داره، اگه زیاد بخواید استفادهش بکنید منابع گوشی رو مثلا هدر میدید. رو گوشی‌های ضعیف ممکنه چندین دقیقه طول بکشه، خیلی وحشتناک. ولی مثلا بعضی از الگوریتم‌ها مثل الپتیو کرف که از دیفیلمن هم داخل خودش استفاده می‌کنه، این الگوریتم دردش از میلی سکنده. حالا تفاوتش خواهیم. دیفیلمن خودشون قدیمی، اینم خیلی پرفورمنس وحشتناکی نداشته، ولی جالبیش این بوده دو نفر با هم پابلیکاشون رو رد و بدل می‌کنه. اگه دقت بفهمید این پابلیک بابه، این پابلیک آلیسه، به هم میدن پابلیکاشونو، هیچ اشکالی هم نداره. اون کسی هم که اون وسط نشسته چی میبینه؟ پابلیک میبینه. بعد هر کی پابلیک طرف مقابل با پرایویت خودش قاطی میکنه، به یه چیزی میرسه اصطلاحاً به نام شیر سیکرت. اگه دقیق بفهمم زیاد خوانا نیست، ولی این دوتا یکی، بدون اینکه اینا اطلاعات حساسی رو با هم رد و بدل بکنن به یه سیکرتی میرسن که عین همه. این تو RSA امکان پذیر نیست، ولی دیفیلمن اینجوری کار میکنه و این خیلی چیز جالبیه. خب چرا دیفیلمن رایج نشد؟ چون نسخه های اولیش پول کلید خیلی بزرگی داشتن، این باعث میشد سرعتش پایین بیاد. یه ریسک بزرگم داره. ریسکش چیه دوستان؟ وسط ممکنه پابلیکی ها جا بجاش. آفرین، توسط یکی از که این وسط نشسته، یعنی فکر کنید سه تا لایه است. کلاینت با یکی که فکر میکنه سروره داره تبادل میکنه، پابلیکاش رو با هم داره، اینم از اون ور با سروره داره تبادل میکنه. این وسط سه تا شیر سیکرت، دو تا شیر سیکرت هست. یکی اون کسی که منینده میدل کرده با سرور، یکی همین منینده میدل با کلاینت. نسخه اولی دیفیلمن چون اتنتیکیتد نبود این مشکل به وجود میومد. برای حل این مشکل چیکار کردم؟ از یکی از همین راهکارهایی که تو اسلاید قبلی صحبت کردیم، امضای دیجیتالی استفاده کردم. گفتن زمانی که یه نفری داره با یه پارتی که تو محیط ناامنیه صحبت می‌کنه، می‌خواد مطمئن بشه اونه، وقتی یه پابلیک ازش می‌گیره، پابلیک اونو وریفای می‌کنه، یعنی اون امضا می‌کنه پابلیک خودشو، اینم اون چیزی که امضا شده میاد وریفای می‌کنه آیا اینو سرور ولید داره می‌فرسته یا کسی که منینده میدل کرده. طوله اون نمیگه که چرا دیگه. الان تخته نگیم، یه سخت من تو اسلاید است، میدونی چه اتفاقی منظورم میفته. پیاده سازیش به اندروید اینطوری میشه. باز سرور شما یه پابلیک پرایوت تولید میکنه، پابلیکش رو میده پین میکنید داخل کد، مثلا با الگوریتم RSA. نه، این که درسته. بحث همینه که پابلیک رو چجوری بگیرم.
همون فرض کنید شما میخواییم پابلیکتون رو برای سرور بفرستید دیگه. خب اینکه شما نمیتونید به سرور ثابت بکنید اشکالی نداره، شما با عنوان اپا سرور مهمه که اسپوف نشه، اصلا جعل نشه، درسته؟ یه طرف ارتباط رو بتونید امن نگه دارید، اون طرف نمیتونه منی دمیدل بکنه. سرور چون چیزه نیاز داره یک کلید واحد داشته باشه به ازای چند میلیون دیوایس، حتا کافی موقعی که اپریلیز میکنید اون پابلیک کی RSA شو بذارید داخل کنید. حالا چه اتفاقی میفته؟ هر زمان که من اندروید اومدم یه زوج کلید پابلیک پرایوت تولید کردم، پابلیک هم برای سرور فرستادم، اوکی اون طرف اومده بود وسط من دیویدل کرده بود، اصلا تو جواب باید به من چی بده؟ یه پابلیک کی باید بده دیگه. پابلیک کی شو باید امضا بکنه توسط اون پرایوت RSA. اگه نتونه امضا بکنه من میفهمم سرور جعلیه و ارتباط قطع میشه. این نسخه دوم دیفیلمن بود، ولی چون کلا دیفیلمن کند بود نیومد به عنوان یه روش مثلا تو پلتفرم‌های موبایل استفاده بشه. گذشت تقریبا 20-30 سالی تا الگوریتم‌های الکتیو کرو اومدن. این الکتیو کرو اینا هستن. این بخشش زبانم درست نمیشه، سرمام خوردم متأسفانه. این این چیزی که من چندین بار گفتم اینجوری نوشته میشه، نمودارهای منحنی اینجوری. خب منحنی‌های کرو یا ECC بهش میگن. اینا الگوریتمایی هستن که طول کلید کوتاهی دارن، جزو پابلیک همین الگوریتمای اسیمتریکن ها، و تو اندروید هم خیلی دیر آداپت شدن. یعنی الان تو نسخه جدیدش میبینید که داره، ولی بهترین نمونه هاشو پیاده سازی هنوز هم نکرده، یعنی اندروید 9 هم هنوز ساپورت نمیکنه. بهترین نمونه شو میگم الان چی؟ الکتیو کرو پتنت هم دارن دوستا خیلیاشون. یعنی اگر شما خارج از اون چیزی که مثلا تو پلتفرم اندروید هست از این الگوریتم ترت پارتی استفاده بکنید، اگه اپتون تو خارج بره ممکنه جریمتون کنه، مثلا شکایتی میشه طبیعتا توسط طراحای الگوریتم و بقیه داستان. کجا استفاده شده؟ خود گوگل رو دیوایس های امبددش داره استفاده میکنه، اپل روی تجهیزات مثل اپل تی وی و این دیوایس های خودش است، چون پتنتش رو واسه محصول خودش خریده ولی تو استیکش برای دیولپرا نذاشته. گوگل هم همینطور. الکتیو کرو کلی نمیگم اما بعضیاشون. حالا اون بعضیاش کدوماست؟ دقیقاً همونایی که تو سیگنال، تلگرام و اپلیکیشن های شبیه به اینا استفاده شده. یه نوع کرو خاصیه که خیلی سرعت بالایی داره، به نام کرو 25519 پیاده سازیش حالا میبینی، اصلا توی اندروید ساپورت هم نمیشه. حالا من دلیلی که گفتم چون این لایبرری امن رو گیتاب هست که خود طراحی الگوریتم نوشتن، میتونید از اون با یه رپر GNI توی کدتون اضافه بکنید و ازش استفاده کنید. حالا کرو چه مدلیه؟ کرو معمولا طول کلیدش خیلی کمه، سرعت فوق العاده بالایی داره. یعنی یه کرو 256 بیتی قدرتش به اندازه یه دونه RSA 3072 اینقدر. و چون طول کلید کمی داره فوق‌العاده سریه و اساسا ساختش رو حافظه کار بکنه، به خاطر همین شما میتونید تو زمان مثلا توی کسری از ثانیه تولید کنید و تبادلش کنید، یعنی تعداد خیلی زیادی همین فراخوانی بکنید مشکل پیش نمیاد. مثلا تلگرام حالا چه میدونم کانال مختلف داره، هی پول میکنه، پوش میکنه، نمیدونم مسیج میفرسته، چیز میکنه، به ازای هر مسیجی که میفرسته یک کلید جدید الکتیو کرو تولید میکنه، یه زوج کلید جدید. یعنی فکر کنید مثلا در ثانیه چند تا میتونه باشه، بعد اون سروری که داره اینو ساپورت میکنه فکر کنه چقدر عملیات داره انجام، ولی اینا انقدر سریع این الگوریتما که به راحتی قابل پیاده سازی. الان تو الگوریتم پیاده سازی مدل الکتیو کرو و دی فی ال من اومدن قاطی کردن، شده یه چیزی به نام ای سی دی اچ. نمیدونم دیده باشید اگه این ای سی دی اچ رو توی مثلا توی کانکشن اس اس اچ، الان توی SSH مثلا این اومده ساپورت شد، توی TLS ساپورت میشه دیگه و توصیه میشه از این استفاده بکنی. اصطلاحا هم به اینا میگن کلیدهای گذرا یا افمرال. کلیدهای گذرا کلیدهایی هستند که هیچ پرسیست نمیشه، رو حافظه میان، عمر کوتاهی دارن، مثلا یه مسیج باشون بحث تبادل کلید یا رمزنگاریش انجام میشه و بعد از بین میره. این چه خاصیتی داره؟ یه اصلی هست توی رمزنگاری، حالا این سیمتریکال فقط ببینیم مدلاش اینجوری بود، بحث ساین و انکریپشن و وریفیکیشن و اینها، یه اصلی هست توی رمزنگاری به نام پرفکت فوروارد سیکرسی یا PFS. این اصل میگه که جوری باید باشی از یک کلید بیش از یه بار استفاده نکنید. چرا؟ چون احتمال شکست شدن الگوریتم شما و لو رفتن کلید هست. اگه کلید رو بذاری هر مسیج عوض کنید چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که اگه طرف یه بار کلید رو بشکونه فقط یه مسیج رو میتونه بفهمه چی بوده، برای مسیج های بعد دوباره باید این حمله رو انجام بده و چون هزینه حمله بالاست، هزینه اوورال حمله خیلی بالا میبره و امنیت توی سیستم ایجاد میکنه و
منتها پیاده سازی کردن پی اف اس نیاز به الگوریتمی داره که از این خاصیت پشتیبانی کنه و اون به خاطر همین که الکتیو کروا خیلی رایج شده. میگم توی مسنجرهای خیلی گردن کلوف یا اپلیکیشن های مالی خیلی حساس همشون رفتن سراغ الکتیو کروا. منتها گوشی کنار برای امضای دیجیتال از آر اس ای و خود متن در واقع پیام از طریق الکتیو کروا رمزنگاری باز نمیشه. یعنی همون اصولی که گفتیم در مورد رمزنگاری نامتقاعدانه که برای تبادل کلید نه برای رمزنگاری داده اینجا هم صادق ازش برای تبادل کلید استفاده میکنن. داخلش اصلا از AES استفاده میکنن، یعنی با AES کلید تولید میشه، دیتا رمزنگاری میشه. یه موضوعی هم داشته باشیم روی طول کلیدا، اینا سیمتریک هست، این ستون اون ستون هم اون جدول هم در واقع برای اسیمتریک هست. برای دیز تریپلندز از C4 و AES ببینید حد اکثر طول کلید 256 میده. این مقایسه هم داریم بین RSA و الکتریک کردو 274, 384, 1024, 3072, اینجا 256 که این دوتا قوتشون یکیه. نمیخوایم بگیم همه جا RSA رو بذاریم کنار بریم سراغ الکتیو کرد، ولی خب به هر حال نشون میده یه سری مزایایی داره دیگه، ولی شیوه پیاده سازی رو تغییر میده. استریم ویدیو هم حتی جواب میده یعنی؟ بله میتونید، منتها خب تبادل کلیدتون از طریق الکتیو کرد باید باشه. خود دیتا که میخواین تبادل بکنید بایستی از مثلا AES GCM استفاده بکنید، گفتیم چون استریم بلاکه دیگه GCM. یه نکته هم تو استریم بلاک من فراموش کردم الان شما گفتید یادم افتاد، اینه تو استریم بلاکینگ برخلاف سایفر بلاک شما هر مسیجی رو هر پکت دیتا رو باید با یک کلید جدید انکریپت کنید، وگرنه خیلی سریع میتونن بشکنن سیستم. به خاطر همینه که مثلا اونجا بعد از الگوریتم استفاده بکنید که کلیدای گذرا رو ساپورت بکنه، کلیدای اف ام ال. نقطه مقابل کلیدای اف ام ال چیه؟ کلیدای لانگ ترم. مثلا شما کلید آر اس ای دارید 6 ماه ازش استفاده می‌کنید، کلید لانگ ترم پرسیست شده بارها ازش استفاده میشه. یا اون مثالی که گفتیم حالا دوستامون هم کمک کردن، گفتیم مثلا یه کلید می‌سازیم تا پایان سشن ثابته، درسته؟ یعنی شما مثلا 50 تا مسیج با شرط بده اون کلید اف ام ال نیست، کلیدیه که نسبتاً لانگ ترم. حالا لانگ ممکنه 5 دقیقه منظورم باشه یا 2 ساعت. اینجا اگه می‌خواید استریم بلاک استفاده کنید می‌تونید از الکتریک کرو به اضافه AES GCM استفاده بکنید. و الکتریک کروی که میگم باید خارج از اندروید کیسو استفاده بکنید ازش دیگه. اون الگوریتمی که توی کیسو اندروید پشتیبانی میشه ولی الکتریک کروا خیلی خوب نیستن. خیلی نه سریعن نه خیلی امنن. حالا ممکنه بگید حالا تو مثلا صلاحیتشو ندادم ولی این قضیه حرف بزنم، چون حرف خودم نیست گفتم، یعنی چند تا از این متخصصای رمزنگاری این موضوع رو واقعش گفتم، من صرفا نقل قول میکنم. اون پیاده سازی قوی که مثلا میبینید تلگرام سیگنال رفتن چیز کردن، گفتم کرو 25519 سرچ بکنید، همین الان رو گیتاب سورسشو پیدا میکنید. داخل خود سیگنال و اینا هم از همین استفاده شد، خیلی سریع تو بحثه. من تو کدشو دارم، کد جاوایشو همین الان میتونم بهتون نشون بدم ببینید چه جوریه. همین کد تقریبا میشه مثلا یه جورای پیاده سازی، چون پیوره نیتیو میتونید همین تو اندروید هم استفاده بکنید. خب بحث کی منیجمنت یه چند تا چیزو ما الان مرور کردیم، من فقط این اشتباهاتی رو که ممکنه رخ بده رو یه تکراری فقط می‌خوام بکنم، چون پروسه مدیریت کلید فوق‌العاده مهمه. مدیریت کلید منظورمون چی است؟ تولید کلید، تبادل کلید، امهای کلید، روتیت کردن کلیدها یعنی تعویضشون و جایگزینیشون. اینا فرآیندهایی که در مورد کلید ممکن اتفاق، یعنی شما زمانی که کلید لازم نداری باید امهاش کنید، باید از بین ببرید، اریزش کنید، بعد بتونید کلید جدید. اینا همش فازاشه. این فازا اتفاقات بعدی که توش میفته اینه، اینکه کلیدهای رمزنگاری رو کنار داده‌های رمزنگاری شده ذخیره کنید، یعنی داده مثلا توی شیر پرفرنسز بغلش هم کلیدو پلین گذاشتید، چون بقیه قضیه مرغ و تخم مرغ دیگه، بالاخره خود این کلیدو من با چی انکریپت کنم؟ نکته اینجاست. البته راه حل داره، ولی فرضاً وقتی من راه حلشو بلد نیستم میام کلید هارد کد میکنم، دیتا رو باش انکریپت میکنم، بعد کلیدو میذارم بغلش دیگه، هر دفعه استفاده میکنم کلیدو میخونم و بعد دیگه تمام. هر شکلی از این موضوع راست شو بخواید دوستان چیز میشه. یعنی مثلا من بعضی وقت صحبت کردم مثلا طرف میگه من یه روش استفاده کردم که روش سختیه، نمیفهمه، گنگش کردم الگوریتم، مثلا هر تیکه از کلیدی یه جا پخش کردم. این موضوعی نیست. طرف اصلا میتونه یه اپلیکیشنی که ریلیز شده رو ببره تو مود دیباگ. خب وقتی که بود دیباگ میکنه، اپلیکیشن میذاره روی امولاتور، حالا شما انتی تامپرینگ هم اضافه کرده باشین باز هم میتونه بیاد این کارا رو بایپاس کنه. وقتی آورد تو امولاتور قشنگ کدتون رو تو حافظه چیز میکنه، بعد نگاه میکنه اینه این یه تابهای کال میشن، این دیتا به هم میچسبن میاد تو حافظه راحت. بعد یه هینتی بدم، خب جاوا و جاوا تو اندروید خب به هر حال داره استفاده میشه دیگه، درسته رو جی وی ام کار نمیکنه ولی همون مسائلی که تو خود زبان جاوا هست بخش خیلی زیادیش تو اندروید هم صادق.
نوع داده استرینگ چه نوع داده ایمیوتیبله. زمانی که شما یه وریبلی از نوع استرینگ رو تعریف میکنید و بهش مقدار اساین میکنید، فرض کنید چندین بار، هر دفعه که این اساینمنت انجام میشه چون ایمیوتیبله یک کلون ازش گرفته میشه و اون کلون جدیده است که مقدار دهی میشه، اون کلون قبلی چی میشه؟ نمیدونیم. ضمن این که گاربیج کالکتور توی جاوا یا آرت یا دالویک گارانتی نمیکنه که حتما من اون کلونای قبلی رو پرجش میکنم، هیچ گارانتی وجود نداره، ممکنه بیش از اندازه تو حافظه بمونن. یه تکنیکای وجود داره ولی هیچ گارانتی نیست. چه ریسکی داره؟ موقع تحلیل افراد بتونن مثلا فرض کنیم به صورت تصادفی یا عمدی به اون دیتاها برسن. چجوری؟ اون حافظه که شما قبلا یک کلون ازش داشتید آزاد شده مثلا، ولی هنوز مقادیر قبلی خودشو داره، بعد داده میشه به یک متغیری توی اپلیکیشن دیگه. حافظه است دیگه، مثلا از هیپ گرفته شده میده به اپلیکیشن. اون اپلیکیشن چی میشه؟ اومده مثلا یه دونه متغیر از اون استرینگ تعریف کرده، دقیقاً همین بلاک داده اساین میشه به مقدار اون وریبل. درسته؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ ولیوی شما داره، ولیوی پرایویت شما مثلا توش کلید رمزنگاری بوده به دست آورد. به خاطر هم یه دلیلی که میگن که همیشه دیفالت ولیو واسه متغیرهای اینجوری بذارید همینه، چون واسه اون اپلیکیشن دوم هم خطرناکه. ممکنه یه اپلیکیشنی عمدن این کار کرده، بعد به صورت تصادفی یه اپلیکیشن ثانی یه دومی اومده اون الوکیت کرده و اون تیکر خواسته اجرا بکنه، یه اتکی انجام شده، اون داده یه کد اگزیکیوتیو بوده ران شده. شما نمیدونیم چه اتفاقی ممکنه اون داده بیفته. داده ایمیوتیبل یه همچین حساسیتای روش داره. به خاطر همین که اگه کلید رمزنگاری حتی تو حافظه هم میاریم، برای اینکه ریسک مهندسی معکوس رو بیاریم پایین، بهتره که از دیتا تایپ استرینگ واسش استفاده نکنیم، چون ممکنه ردی از این اطلاعات حساس ما رو طرف بتونه تو مهندسی معکوس در بیاره. راهکارش چیه؟ از این داده ایمیوتیبل استفاده کنیم. دیگه ایمیوتیبل ها میگیم خطرناکه دیگه. میوتیبل مثل چی؟ یه آرای کاراکتری. درسته یکم سخت‌تر از استرینگ پاس کردن رو کار کردن باشه، ولی میتونید یه رپر کلاس واسش بنویسید و این کار انجام بدید. توی جاوا کلاسی به صورت پیش‌فرض واسه این موضوع وجود نداره، ولی تو بعضی زبان‌ها مثل سی شارپ مثلا اومدن یه دیتا تایپ به نام سکیور استرینگ پی‌اس‌اس کردن که داده تو حافظه رمزنگاری میشه. این نوع داده ها وقتی میگیم توشون مقدار دهی میکنیم، تو حافظه که قرار میگیم رمزنگاری میشه، یه سطح امنیتی ایجاد، یعنی یک کسی حافظه رو دامپ بکنه دیتای اون بلاک رو رمزنگاری شده میبینه. توی جاوا برای اینکه این مشکل پیش نیاد باید دو تا کار انجام بدیم. یکی اینکه از استرینگ استفاده نکنیم برای ذخیره سازی کلید ها، پسورد ها، سیکرت ها. دوم اینکه اگه میبریم تو دیتا تایپ مثلا آرای کاراکتری، به محض اینکه کارمون تموم شد اون حافظه رو اگه نمیخوایم زیرو فای کنیم، پاکش کنیم. ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی واسش بیفته. بخاطر اینکه خوشبختانه میوتیبل چون ازش کپی گرفته نمیشه، تنها کپی رو اگر شما زیرو فای بکنید دیگه اون اطلاعات توسط پروسس دیگه‌ای دسترسی قرار نمیگیره. این یه نکته‌ای که الان فرض کنید تو جاوا، اندروید، خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی که همین مشکل وجود داره در اتفاق. بعد روش رمزنگاری ضعیفی برای محافظت از کلیدا به کار گرفته بشه که مثالاشو باز داشتیم چند تا. عرض کنم خدمتتون که کلید داخل کد برنامه هارد کد بشه به هر شکلی، از یک انکریپشن کی ضعیف استفاده بشه. بعضی جا من دیدم مثلا کلید رمزنگاری از تابع تصادفی امن استفاده نمی‌کنه، مثلا یه پسورد چیزی که مثلا طرفم جوری داشته کاراکتر می‌ذاری 10 20 کاراکتر میگه خب این رندومه دیگه، اتفاقا رندوم نیست دوستان. که مثلا من دستم بزنم روی کیبورد اینجوری روی کیبورد بزنم یه دو نوع داده رندوم تولید نمی‌کنه واقعا. برای اینکه داده های انتروپی تولید بکنید واقعا نیاز به مولد عدد تصادفی دارید، چون ریسک خطا اینها خیلی زیاده. میتونید اصلا از طریق لایبرری پیچیز آنلاین بیاین انتروپی یه رشته رو ببینید، ببینید چقدر رندومه. حالا واردش نمی‌شیم ولی مثلا هست دیگه، سرچ بکنید می‌تونید پیدا بکنید. بخاطر همین نیاییم یه پسورد رو به عنوان کلید رمزنگاری استفاده بکنیم. بعد از الگوریتم‌های مندرآوردی یا ناامن استفاده بکنیم، مثلا چیزایی که معلوم مثلا یه جایی بوده، مثلا یه تیکه کدی بوده بیایم استفاده بکنیم ازش. و اون بحث‌های مدیریت کلید و که در واقع بحث تولید کلید، تبادل کلید و منیج کردن دیتا رو داره، توی پروسس پیاده‌سازی بکنیم که این وقتی یکیش کامپرومایز بشه کل فرآیند ما چیز بشه. یه چند تا اسلاید در مورد کی استور خیلی سریع میگم اونو چون بحثش شدن بعد دیگه خوب تمام شد. میخوام باشه باشه خیلی ممنون دوستان، ببخشید اگر خسته شدید. میدونم حالا مخصوصا این بخش دوم میشم بیشتر خسته شدید، میگم یکم طولانی شد. من در خدمت هستم.
مرسی.